أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الی و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. قبل از آن که به خطبه ها بپردازم، در ایام خجسته عید سعید اضحی قرار داریم، در روزهایی که مهمانان خداوند در سرزمین وحی در مشاهد مشرفه حضور دارند و در منا در ادامه اعمال عبادی حج مشغول بیتوته و تکمیل مراسم حج هستند، حلول این عید بزرگ، عید پیروزی پروا و تقوا را بر بی‌پروایی و طغیان، به همه مجاهدان و سنگرداران سنگر اعتقاد و اخلاق و باور به ملت و دولت افغانستان، مخصوصا به شما حضار محترم در این مرکز عبادی، در این مرکز معنوی و بیداری تبریک عرض میکنم. خداوند توفیق پروا پیشه کردن را به هممان عنایت بفرماید. در خطبه اول بحث کوتاهی را از منظر قرآن و روایات و اعتقادات من درباره مراسم حج خدمت شما عزیزان برنامه ریزی شده مطرح میکنم و در خطبه دوم، ایام ویژه است، مناسبت ها زیاد است، از بین همه مناسبت ها به دو سه موضوع اشاره خواهم کرد: مسئله عید سعید قربان و مسئله قربانی کردن، حرکت سید الشهدا علیه السلام بعد از توقف 4 ماهه در مکه معظمه در 8 این ماه، یعنی 8 ذی‌الحجه، از مکه به سمت کوفه که پایان حرکت در کربلا و اون همه برکات داشت. مسئله دیگر که عالم فاضل امام جماعت
ارجمند این مکان مقدس جناب آقای مصباح هم اشاره کردن، شهادت سفیر ابی عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام از موضوعات تاریخی مذهبی است که در خطبه دوم با اونها میپردازیم. مسائل جاری اهم موضوعات که مربوط میشه به کشورداری و حکومتداری و برنامه ریزی برای پیشرفت و ترقی افغانستان از موضوعات است که به اون هم اشاره خواهیم کرد. اما مسئله حج، همون گونه که شما عزیزان مطلع هستین، یکی از باورهای جامعه اسلامی مسئله حج است. من قبل از آن که آیات مربوط به حج بخوانم، یک روایت کوتاهی را درباره حج عرض میکنم. خب میدانین بعد از اونی که پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت شدن، در 40 سالگی حدود 23 سال همراه مردم بودن، 13 سال در مکه، 10 سال و چند ماه در مدینه. یعنی از این 63 سال عمر با برکت رسول الله، 23 سال بعد از پیامبری و معرفی در دسترس مردم بودن. و شما میدانین آخرین حج پیامبر معروف شد به حجۃ الوداع، و در این حج برنامه های زیادی پیغمبر به دستور خداوند اجرا کردند. در یکی از ملاقات ها خیلی نکته ارزشمند است، کسی به محضر رسول الله این جمله را مطرح کرد، گفت یا رسول الله، من تصمیم داشتم به سفر حج بروم، برنامه ریزیام انجام داده بودم، منتها یک مشکلی پیش آمد، یک مانعی پیش آمد، از حج باز ماندم، نتونستم همراه حاجی ها به مسافرت حج و به برنامه حج شرکت کنم و حضور پیدا کنم. از طرف گفت من آدم متمولم، وضعیت مالی مناسب دارم، امکانات در اختیارم هست. از پیامبر راهنمایی خواست، فرمود که عرضه داشت یا رسول الله مرا راهنمایی کنین، یک کاری بکنم که ثواب حج را داشته باشه. این سوال از محضر پیامبر. پیامبر بزرگوار اسلام نگاهی کردن به کوه ابو قبیس و فرمودن اگر این کوه برای طلای سرخ شود، نوع خوبی از طلا، و این کوهی را که تبدیل به طلای سرخ شده در راه خدا خرج کنی. حج واقعی به اینقدر مقام انسان میرسان. حضرت فرمود اگر تمام این کوهی که تبدیل به طلا شده را برای خدا خرج کنی، به ثواب یک حاجی نخواهی رسید. این عظمت حج است. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بر کسی که استطاعت دارد واجب است. یکی از بهترین برنامه های اسلام برنامه حج است. در لحظات که ما و شما اینجا در نماز جمعه دور هم جمع شدیم، حاجیان مشغول تکمیل حجند، از عرفات و مشعر به سرزمین منا آمدند، رمی جمرات را انجام میدهند و در حال تکمیل بیتوته ها هستند. و همینجا خوب است که من از این فضا استفاده کنم و این نکته را، شاید لطفی بود که به ذهنم آمد، جز به مطالب نبود که اینجا قرار بود عرضه بدارم. بعد شما مقایسه کنین که در روایات داریم نماز جمعه حج فقراست،
چی میشه؟ این رابطه یک رابطه اعتقادی است، یک رابطه که انسان را به عالی ترین مقامات میرساند از اون نوع رابطه است. خداوند به پیغمبر فرمود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و على کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور، اذن یعنی اذان بگو. با گفتن اذان مردم متوجه وقت نماز میکنیم. خدا به پیغمبر فرمود صدای حضور در میعادگاه عاشقان مکه معظمه مشاهد مشرفه را به گوش جهانیان برسان. فی الناس، به همه انسان ها این خبر را برسان تا زائران پیاده و سواره یأتوک رجالا، بعضی ها پیاده بر شتران لاغر که از راه دور می آیند به سوی تو رو آورند. حج مظهر بندگی است، مظهر تقرب است. نمی خواهم و فرصت ایجاب نمی کند مسائل حج را مفصل تر از اینها مطرح کنم. این عبادت عبادت بسیار استثنایی، از ظهر روز عرفه رسما این مراسم شروع می شود و تا پایان روز دوازدهم این انسان غیر از اعمال قبل از مراسم که از منزل حرکت می کند، مسئله استطاعت، مسئله خلاصه گذاشتن زندگی در پناه خداوند، اون بخشای مهم در حدود 5 روز حاجی در حال عبادت است. نماز که بهترین چیز است به چشم رسول الله، به دید رسول الله خیر و موضوع این خواه، یک عبادت است که لحظات طول میکشه. نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است و نماز جمعه هم که در راستای حج قرار داره با 2 خطبه با حواشی حدود 1 ساعت کمتر و بیشتر بستگی داره و مدیریت خطیب طول میکشه، اما حج یک عبادت است که حدود 5 روز حاجی تا محرم میشه و از احرام بیرون میآید طول میکشه. عبادت است استثنایی. بهتر است که به فرازهای از این عبادت من بپردازم. با حضور حدود 4 میلیون، زمان خود ما نمیگم، این زمان ممکنه در آینده ها بیشتر شود، در زمان پیغمبر در آخرین حج 124,000 نفر حضور پیدا کرده بودند. اینها همه دور یک خانه میچرخند، با هم به عرفات میروند، با هم به مشعر میروند، با هم به منا میروند. چه عظمتی است! از روز 8 تا پایان روز 13 ذی‌الحجه این عبادت در حال انجام است. ابعاد مهم دارد، ابعاد مختلف دارد. حضور 4 میلیون و کمتر و بیشتر عاشق دین، پیرو خالق هستی از سراسر جهان در یک نقطه به نام مکه، این گرد همایی به عنوان محور اتحاد و یگانگی امت اسلامی با
بالاترین صحنه عشق و ارادت بدین را به نمایش می‌گذارد. مسئله حج مسئله بسیار مهم است، ابعاد مختلف داره. یکی از ابعاد حج مسئله مناسک است، مسئله عبادی است، سرسپردگی است، توجه به معنویت است، توجه به اعتقادات است. مسئله دیگر مسئله مبارزه با نفس است، یک سفر الهی است، یک سفر معنوی است، سفری که انسان را به یاد خلیل خدا می اندازد. عزیزان که تشریف بردن و اونهایی که نبردن، خداوند همه ما را به آسانی به اون جایگاه و اون مرکز روشنی و عزت و بندگی و طاعت برساند. هر حاجی وقتی طواف میکنه، بعد از طواف که یکی از مظاهر عبودیت است، مثل نماز است، باید دو رکعت نماز پشت مقام حضرت خلیل بخوانه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. انسان را به یاد ابراهیم می اندازه، به یاد هاجر می اندازه، به یاد میوه دلش حضرت اسماعیل می اندازد که عزیز دلش را به امر خداوند به قربانگاه برد، کارت را به گلوی فرزندش گذاشت. شیطان ظاهر شد و ابراهیم را از این باور مانع شد، اما طبق اعتقاد که داریم و قرآن عظیم الشان این اعتقاد را مطرح کرده، ابراهیم در مقابل شیطان قرار گرفت. با زدن سنگ ها به صورت شیطان او را نفی کرد و هوا و هوس و دلبستگی و اسارت را از خودش دور کرد، آزادی واقعی و به معنای حقیقی کلمه را به دست آورد. اگرچه لطف عمیم الهی شامل حال خلیلش شد، عوض قربانی فرزند، پوچی پیدا شد و ارسال شد و قربانی شد، اما این مظهر مبارزه با هوای نفس است. باز هم اون ضمیر و بصیرت اجازه نمی دهد من بگذرم. بعد یه نگاهی بکنین به کربلا که ابی عبدالله میوه دلش علی اکبرش قربانی کرد، فرمود هر وقت دلم تنگ نگاه پیغمبر می شد به چهره علی اکبر نگاه می کردم. فرمود خدا تو شاهد باش، کسی را به جنگ دشمنانت فرستادم که شبهترین مردم به پیغمبر بود، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک و کننا اذا اشتقنا الى نبی یک. هر وقت عاشق دیدن صورت پیغمبر می شدیم نظرنا الی، به علی اکبر نگاه می کردیم. ابراهیم قهرمان توحید است، او با هدفمندی با اخلاص در این صحنه پیروز شد، کار به جایی رسید که خداوند فرمود قد صدقت الرؤیا. ابراهیم با اون خواب که دیده بودی عمل کردی. حاجی با رفتن به حج در این مسیر قرار میگیرد. روایت داریم در بود اعتقادی، در بود تقرب، در بود اخلاقی حاجی‌ها سه دستند. امام صادق فرمود حاجیان سه گروه هن. الحاج علا سلاست اصناف، حاجی‌ها به سه دسته تقسیم می شوند. یک گروه و یک بخش از حاجیان سنفون یعتق من النار، عده از حاجی‌ها آزادگان از جهنم هن. این بالاترین مرحله است.
با رفتنشان به حج به این مرحله میرسند. یعتق من النار. گروه دوم کسانی هستند، صنف یخرج من ذنوبه، کسانی که از گناه بیرون میشوند، که هیئت یوم ولدته امه، مثل او لحظه ای میشوند که از مادر به دنیا آمدند، گناهی در زندگی اینها وجود ندارد. این گروه دوم از حاجیان است. و صنف یحفظ فی مال فی اهله و ماله، اما یک عده از حاجیان در خانواده و دارایی خود محفوظ میمانند، میروند برمیگردند، در کنار زندگی، در کنار خانواده. حضرت فرمود این گروه فرومایه‌ترین چیزی است که از حج نصیبشان می شود. کاملترین حج همون حج است که انسان آزاده از جهنم یا مثل لحظه ولادت از مادر باشد. مهمترین بخش حج که من خطبه اول را با این بخش به پایان برسانم، بعد سیاسی حج است. اعمال اسلامی، عبادات اسلامی در کنار همه بخشهایی که دارد، بخشهای اجتماعی دارد. نماز جمعه اگر حج فقرا است، در کنارش جنبه سیاسی و اجتماعی دارد. برنامه ریزی، آگاهی، عزت و اقتدار جامعه اسلامی، هم باوری، تشریک، مساعی برای پیشرفت و عزت کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی. حج یکی از مؤثرترین وسائل است برای پیشرفت اهداف اسلام، وحدت صفوف مسلمان ها، مبارزه با کفر و استکبار جهانی. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. در بزرگترین روز، یعنی روز عید قربان، و اذان من الله یوم الحج الاکبر، در روز عید قربان خدا و رسولش به مردم اعلان می دارد و گزارش می دهند که خدا و رسولش از مشرکین بیزارند. اگر شما مشرکان توبه کردید، برایتان بسی بهتر خواهد بود. اونهایی که دست از کفر و نفاق بر می دارند، اسلام و حقیقت قرآن را می پذیرند، دروازه اسلام، محبت اسلام بر روی همگان باز است. اما اونهایی که بر دشمنی اسلام اصرار دارند، در حج جامعه اسلامی باید بیزاری و براعت خودشان را از کفر و همه اندیشه های جهان کفر اعلام بدارند. ما به عنوان بخشی از جامعه اسلامی، از این آدرس و از این پایگاه که در ادامه حج است، بر وحدت جهان اسلام و بیزاری از کفر اعلان براعت میکنیم و اعلان آمادگی برای تشکیل وحدت کامل جهان اسلام. حج مرزهای جغرافیایی را در می نوردد، از خفقان و از فشارهایی که بر جوامع اسلامی است باید با حج بهره گرفت. کشورهای اسلامی با حضور نمایندگانشان در حج از اوضاع و مشکلات همدیگر باید خبردار شوند. اینها بخشهای از فرهنگ سیاست در حج است. از اینها که بگذریم،
بعد فرهنگی، ارتباط قشرهای مسلمان و خبردار شدن از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی در سراسر جهان اسلام بعد دیگر این کنگره عظیم و بزرگ است. امیدواریم که مسلمان ها با استفاده از این درایت و این ظرفیت بتوانند از حج و محتوای حج درس بگیرند. مسئله قربانی کردن در حج بخش دیگری از درس ها و ابعاد معنوی حج است. قربانی کردن در حج که عزیزان می دانند 4 میلیون کمتر بیشتر حاجی که دیروز و پریروز در مکه در منا حضور داشتن و حضورشان ادامه دارد، هر یک نفر بر اساس باورشان حیوان را قربانی می کنن. مظهر بندگی است، اوج بندگی است در مقابل خداوند. شاید تا انسان به قرآن و به باورهای اسلامی نرسیده نتواند عزم بکنه. به چی دلیل این همه حاجی باید یک رأس حیوان را قربانی کند؟ عملی است از یک سو ارج نهادن به ساحت مقدس حضرت خلیل که اون خاطره را احیا می کند، اما در واقع حاجی با قربانی کردن آماده است برای دفاع از اسلام، برای دفاع از اعتقاد، خودش و زندگیش را در راه خدا فدا کند. این یک بزرگداشت است، این یک آمادگی است. قال یا بنی، ابراهیم وقتی اون خواب را دید، این نیر ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم تو را قربانی کنم، فانظر مازا ترا، نظرت چیه؟ پدر و پسر خبر داد، فانظر مازا ترا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابراهیم وقتی این مسئله را مطرح کرد اسماعیل عزیزش فرمود یا ابتا، پدر، یا ابت افعل، پدر انجام بده، ما تؤمر، اون چی را که مأموری، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، به لطف خداوند مرا از صابران خواهی دید. فلما اسلما و تله للجبین، پدر و پسر تسلیم امر خدا شدند و تله للجبین، با پیشانی فرزندش را به قربانگاه خوابان و نادیناه و انیا ابراهیم، خدا ندا داد ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو به خوابت عمل کردی، به دستور عمل کردی، انا کذالک نجزی المحسنین، ما محسنان را، خوبان را پاداش خواهیم داد. قربانی کردن آمادگی است برای فدا شدن، برای قربانی شدن در راه هدف، و اون هدف جز اسلام و گسترش اسلام و باورهای اسلامی که حقیقت اسلام بیداری و عزت و در واقع سعادت بشریت است، چیز دیگری نیست. خدایا ما را با استفاده از این ظرفیت های بزرگ قرآن و دستورات قرآن به اون جامعیت و به اون واقعیت اسلام رهنمون بفرما. حاجیان در سرزمین وحی، زائرین حرم سید الشهدا در کنار اون مرکز بیداری، خدایا به همه خواسته های مشروعشان موفق بدار. ملت ما، کشور ما، مردم ما را در این مسیر یاری بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اولین نکته ای را که در خطبه دوم خیلی کوتاه مطرح میکنم مسئله عید سعید قربان یا عید اضحا هست که بعد از انجام مناسک و اعمال عبادی سیاسی حج در روز دهم ماه ذی‌الحجه، عید قربان که نام دیگرش عید اضحا هست و گفته شده که از آدرس اهل بیت علیهم السلام، از آدرس خداوند و پیامبر، این عید عید بزرگی است و نماز این عید در زمان عذرات معصومین در زمان پیامبر اسلام اقامه می شد و الحمدلله این اقامه نماز ادامه دارد به حمد الله و المنه. در کشور ما افغانستان مثل همه کشورهای اسلامی این مراسم به زیبایی تجلیل می شود. شما شاهد بودین که در روز عید سعید قربان در سراسر کشور نمازهای با شکوه اقامه شد و تجلیل شد. البته تجلیل از قربانی در تاریخ ادیان آسمانی ریشه دارد و سابقه دارد که فرصت نیست من اونها را عرض کنم. از زمان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام مسئله قربانی مطرح بوده. شما میدانین فرزندان آدم هابل و قابل که هر دوتا پیشه داشتن و در واقع حرفه ای داشتن، حضرت هابل چوپان بود و قابل کشاورز بود. البته حالا تعبیری که کردم هابل شغلش چوپانی بود و قابل کشاورزی، اونها هم قربانی داشتن. در طوفانی که در زمان حضرت نوح پیغمبر اتفاق افتاد اونجا مسئله قربانی مطرح بود، در زمان حضرت خلیل مسئله قربانی مطرح بود، در همه ادیان مسئله قربانی مطرح بوده. اما قربانی در اسلام ویژگی های خاص خودش داره. ما در کنار قربانی مسئله نماز عید داریم که الحمدلله همه ما به این نماز احترام قائلیم. من در این سال در مراسم نماز عید سعید اضحا در کنار مسئولین در روضه شریف شرکت کردم به دلیل صحبت هایی که با مقام ولایت در روز سه‌شنبه داشتیم و طرح و پلان که از جانب دوستانمان مطرح بود و ارج‌گذاری و احترام که لازم بود، الحمدلله وحدت و همدلی به نمایش گذاشته شد. امیدواریم که در این راستا گام‌های بیشتر و بالاتری برداشته شود. مسئله دوم که آماده میشیم برای انشالله برگزاری این برنامه‌های مهم که در ادامه خواهم گفت، مسئله حرکت آقای امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه بود. شما عزیزان همه مستحضرین که آقای امام حسین علیه السلام زیر بار بیعت یزید نرفت. بعد از
اون که معاویه از دنیا رفت، یزید دنبال ای بود که از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد و این خبر را به مدینه فرستاد و از امام حسین و شخصیت های بزرگ اون زمان تقاضای بیعت کرد. آقای امام حسین 27 ماه رجب از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، 2 شعبان رسید مکه، 4 از رد در مکه بودن. روز 8 که آخرین حاجی خودش به مکه رساند، دقیقا امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد، در ظاهر به سمت کوفه، منتها خلاصه آخرش منجر شد و منتهی شد به کربلا. چرا امام حسین علیه السلام به قصد کوفه حرکت کرد و چرا مکه را رها کرد؟ مسئله مهم است. آقای امام حسین میدانست اگر مکه بمانه دستگاه ظالم حاکمیت امام حسین را در مکه ترور میکنه و به شهادت میرسانه. حرمت مکه نادیده گرفته میشه، لذا سید الشهدا به احترام مکه از یک طرف، به خاطر بیداری بشریت در طول تاریخ و به خاطر اهمیتی که شهر کوفه داشت، کوفه را انتخاب کرد، حج را تبدیل به عمره کرد و مکه را برای حمایت از مکه رها کرد. و این نکته بسیار مهم است. کوفه در زمان صدر اسلام از ویژگی های برخوردار بود که امام حسین علیه السلام کوفه را به اون جهت انتخاب کرد. یکی این که از این جهت کوفه را انتخاب کرد که کوفه شهری بود که در سال عبده هجری، یعنی حدوداً 5 یا 7 بعد از رحلت رسول الله، به فرمان خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب رضی الله عنه، به خاطر اهداف که داشت به دست سعد ابن ابی وقاص به منظور تشکیل یک پادگان بزرگ نظامی جهت ساماندهی نیروهای نظامی برای گسترش هرچه بیشتر فتوحات اسلامی، این شهر ساخته شده بود. این یکی از ویژگی های این شهر بود. مسئله دوم، این شهر دارای جمعیت قابل توجه از شیعیان اهل بیت علیهم السلام بود. در این شهر شخصیت های با معرفت حضور داشتند از پیروان اهل بیت علیهم السلام که اظهار دلدادگی با آستان اهل بیت داشتند. امام حسن علیه السلام به این شهر برنامه هایی داشت. به همین دلیل بود که مردم این شهر در اون شرایطی که پیش آمد اظهار کردن سید الشهدا، یادگار پیامبر، ما آمادگی داریم از شما در این شهر پذیرایی بکنیم. حدود 12، بعض روایت ها داره 14,000 نامه از طرف مردم کوفه به امام حسین علیه السلام رسید. مجموعه نامه ها را نمی شود خوان. شما می دانید 14,000 پاکت یا نامه عدد بالایی است. حالا ما رقم های متیقن و قدر قطعی را عرض کردیم. نتیجه این نامه ها، خلاصه این نامه ها این بود که همه گفتند ما چشم انتظار شما هستیم و بر کسی دیگر نظر نداریم. گفتند بشتاب که باغ ها سرسبزن، میوه ها سر رسیدن، زمین خرم است، درختان جامعه سبز برتن کردن، هرگاه خواستی نزد ما بیایی
بیا که به سوی سپاه آماده و دارای انگیزه ها حرکت کرده ای. این خلاصه ای اون نامه ها بود که سید الشهدا اونها را دریافت کرده بود. امام حسین سفیرش را فرستاد، اگرچه سفیر حضرت به شهادت رسید در روز عرفه قبل از حرکت امام حسین به یک روز، امام حسین قبل از شهادت مسلم ابن عقیل حرکت کرد. چرا؟ چون حضرت میخواهد بهترین موقعیت را انتخاب کند. این سیاست اهل بیت است. امام حسین میداند به شهادت میرسد، کجا را انتخاب کند؟ با چه برنامه؟ به بهترین شکل باید از این شهادت بهره برداری بکنن. شاید خیلی ها بگن پس مجبوره. نه، مجبور نیست. اگر کنار بیاید، اگر زندگی مادی را انتخاب کند، حسین زنده میماند. اما مرد از مسلمات است. شهادت و انتخاب عاشقانه مقوله دیگری است. وقتی ابن عباس همراه پدرش علی علیه السلام به مسیر مسافرتشان رسیدن به محل دفن سید الشهدا، ابن عباس میگوید سید الشهدا هنوز زنده است، پدر هنوز زنده است، او جوان است، حدوداً 24 سال، سال 36. وقتی در مسیر می رفتیم علی علیه السلام در دل شب به من دستور داد منتظر بمان در محل شهادت ابی عبدالله. اونجا مشغول نماز شد، طولانی شد نماز حضرت، دیدم سجده اش طولانی است، اشک می ریزه. وقتی نمازش پایان یافت گریهاش سامان یافت، سوال کردم آقا چی دلیل داشت دل شب در این بیابان این همه معطل شدی و گریه کردی و عشق ریختی؟ یک اشاره کرد، فرمود اینجا خوابگاه شهیدان عاشق است. حسین در مثل روز هشتم ذی‌الحجه مکه را به سمت کوفه و کربلا رها کرد به خاطر اون بیداری. نسل ها امروز می فهمند و خیلی ها در آینده ها خواهند فهمید. کربلا پاسدار مکه است. کربلا حفاظت و حراست دین و مکه را عهده‌دار است. قبل از اون که از مسلم بن عقیل یاد کنم و خطبه دومم را به پایان برسانم که خیلی معطل نشین، یکی دو نکته از مسائل اجتماعی را لازم میدانم مطرح کنم. در صحبتی که سرپرست ریاست الوزراء جناب مولوی صاحب عبدالکبیر در یکی از رسانه ها داشت در تلویزیون آمو، این بحث مطرح کردن و ما در گذشته ها به این مقوله ها پرداخته بودیم. تقسیم قدرت بر اساس قومیت در افغانستان تجربه ناکام بود. من در اولین روزی که امارت اسلامی وارد شهر مزار شریف شد که دو سال میگذره، در دو محرم قبل در سخنرانی که در روزه در جمع بزرگ و 100,000 نفری داشتم، اونجا عرض کردم ما دادن جایگاه ها را بر اساس قومیت یک حرکت خلاصه سالم نمی دانیم. این حرفی بود که در آغازین روزها صحبت کردیم. اینجا هم ایشان نکته ای را که مطرح کردن نکته مهم است. دادن قدرت بر اساس قومیت این مشکل حل نمی کنه. ما یک افغانستان یک پارچه می خواهیم، یک افغانستان که در اون افغانستان اسلام محور باشد، حضور محور باشد،
تخصص و لیاقت محور باشد، اما باید عملا به حقیقت کلمه به این مسئله توجه شود. خون معیار نیست، قوم معیار نیست، اسلام معیار است، لیاقت معیار است. این بهترین راه حل است. ما امیدواریم که دیگه نام از قوم در صد برده نشود. ما همه مسلمانیم اولا، بعد همه ما افغانستانی هستیم. امیدواریم با سعه صدر، با آینده نگری این مسائل که امروز جامعه ما را در بخش‌های از زندگی خلاصه به مشکلات و گرفتاری‌ها قرار داده، با استفاده از هوش و درایت این مسائل حل شود. یکی از نکات مهم و اساسی را که باید عرض بکنم، جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل در صحبت‌هایی که داره مسئله حکومت فراگیر را مطرح میکنه. حالا من به برداشت‌هایی که مسئولین سیاستمداران دارد احترام قائل هستم، اما خودم به عنوان یک عضوی از این پیکر تر و حرف و دیدگاه دارم. بیاییم به مسئولین، به بزرگان پیشنهاد میکنم و آمادگی دارم واقعا هم فکری کنم. اگر زمینه فراهم شود، من در صحبتی که با مقام ولایت داشتم، ایشان آدمی با دانش، با هدف و با ظرفیت تشخیص دادم و احساس کردم که باید یک بخشی از مسائل کلی افغانستان از طریق ایشان با مسئولین و با بزرگان خلاصه مطرح کنیم و دنبال کنیم. امروزی که جامعه جهانی دنبال بحث حکومت همشمول است، بیاییم در تاریخ افغانستان یک نقطه ویژه است، سابقه نداره، این فرصت را غنیمت بشماریم. همه بهانه ها را از دست کسانی که دنبال بهانه هستند بگیریم، بیاییم بر اساس لیاقت، همون معیاری را که قرآن مطرح میکنه. موسی به فرعون چی گفت؟ من به مسئولین امارت اسلامی که یقین دارم شخصیت های دلسوز در این جریان هستن، علما هستن، نخبه ها هستن، با سیاست قرآنی این مسئله را مطرح میکنم و کمک میکنم. سیاست موسی چی بود؟ به فرعون گفت عدو الی عباد الله، بندگان خدا را در اختیار من قرار بدین، من پیامبر و امین خدا هستم. بیاییم در تشکیل حکومت از انسانهای شایسته از هر آدرسی استفاده کنیم. بهانه را از دست دیگران میگیریم. نمیگویم حکومت همشمول دادن مسئولیت به 4 نفر انسان دنیا طلب خودکامه که دنبال منافع شخص و افراد محدودن. حکومت عمل شمول استفاده از جوانان نیرومند. متخصص عاشق خدمت و حضور در افغانستان، یعنی این و چاره جز این گونه روی کرد وجود ندارد. امیدوارم که انشالله با همفکری، با برادری به معنای واقعی، نه تملق، نه چاپلوسی،
مشکلات کشور حل شود و بهانه ها از دست دشمن گرفته شود. خب خیلی فرصت نداشت نمان، من زیاد نتوانستم از این فرصت بیش از این استفاده کنم. تسلیت عرض میکنم شهادت مسلم ابن عقیل سفیر بزرگ سید الشهدا را. امیدوارم که انشالله ما مشمول برکات و عنایات این شخصیت و پیشوای بزرگش سید الشهدا باشیم. استفاده بردیم نکته آخری را که عرض میکنم و بعد یک اشاره به حضرت مسلم بکنم. روز جمعه آینده خیلی لطف الهی شامل حالم شد که این مطلب به ذهنم آمد. روز جمعه آینده دقیقا مصادف است با عید بزرگ، عید الله الاکبر، عید سعید غدیر خم. خیلی مناسبت بزرگی است. انشالله هم در مصلا و هم در مجالسی که به مناسبت عید سعید غدیر خم، عید ولایت، عید تکمیل دین، اتمام نعمت برگزار می شود عزیزان حضور پیدا بکنند. یقینا دوستان ما برنامه ها را انشالله به اطلاع شما عزیزان خواهند رسان. من همون گونه که در اربعین خیلی خلاصه مجدانه و در واقع هدفمندانه این بحث دنبال میکنم، حضور در مراسم اربعین، در نظر اربعین یک نعمت الهی است. همینجا عرض میکنم عزیزان برای برنامه و شرکت و سهمگیری در مراسم غدیر و این عید بزرگ خودشان ها آماده کنم. بسیار ارزش داره. برنامه های فرهنگی، برنامه های انشالله تعظیم و تکریم عید سعید غدیر را جدی بگیرین و انشالله گزارشات و در واقع برنامه ها از بخشای مختلف به سمع و به اطلاع شما عزیزان رسانیده خواهد شد. همینقدر عرض بکنم که مسلم ابن عقیل شخصیتی است که وقتی حضرت علی علیه السلام از پیامبر سوال کرد یا رسول الله یا شما عقیل را دوست دارین؟ میدونین مسلم فرزند عقیل است، عقیل برادر امیرالمومنین. حضرت مسلم هم پسر عموی امام حسین علیه السلام است و هم سفیر حضرت. حضرت علی سوال کرد از پیامبر آیا شما عقیل دوست میدارین؟ رسول الله فرمود به دو دلیل من عقیل دوست میدارم. یکی این که حضرت ابو طالب دوست میداشت، عقیل پدرش ابو طالب دوست داشت، ابو طالب عامی پیامبر بود. این یک نکته. فرمود دلیل دومش این است که فرزندش مسلم در راه حسین سید الشهدا به شهادت میرسد. الله اکبر. در سال 60 به شهادت رسیده. پیغمبر قبل از رحلتش میفرماید مسلم فرزند عقیل در راه حسینم به شهادت میرسد. و مهمتر این است فرمود اشک مؤمنین بر او جاری میشود و فرشتگان مقرب بر مسلم درود میفرستند. این کیست که پیغمبر از شهادت او خبر میدهد مؤمنان و فرشتگان بر او اشک میریزند. گاهی میفرمودند گریه بر مسلم از لوازم ایمان است. جای دیگه فرمودند اهل آسمان و فرشتگان بر او گریه میکنند. از درایتش همین که توانست 18,000 نفر را با امام حسین علیه السلام مرتبط کنه و بیعت بگیره. گاهی عبارات را امام حسین درباره مسلم فرموده که شبیه عبارات است که درباره میوه دلشان علی اکبر و برادر بزرگوارشان قمر بن هاشم فرمودند. خدایا این مصیبت را و این شهادت جانسوز را که فرمود حسین جان من قربانی قبل از عید قربانت هستم، حج من بریدن سر بالای دارالعماره است، بدنم در کوچه ها کشیدن است، اما حج تو سر روی نیزه از کربلا تا شام رفتن است.
خدایا این مصیبت را بر همه، مخصوصا بر امام زمان که شاهد است، آسان بگردان. خدایا ملت ما، جامعه ما، کشور ما را در مسیر قرآن و اهل بیت بیش از پیش یاری بفرما. همه مردم ما را در محوریت قرآن و اهل بیت به هم دیگه نزدیک و مهربان بگردان. خواهران و برادران که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.